با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان. آدینه دیگر، برنامه دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک که در غیاب روزنامه‌های امروز جمعه 19 شهریور ماه ایرانی با چند گزیده گزارش و گفتگو و آخرین خبرها و نظرها در طول 20 دقیقه تقدیم حضور شما همراهان عزیز ایران فردا خواهد شد. واکنش ها به اظهارات تند و تیز رهبری ایران و همینطور مفتی اعظم عربستان در دور تازه تنش های دیپلماتیک و تهدید احمد خاتمی به دیپلمات های دولت مبنی بر اینکه دست کسانی را که در پی دوستی با عربستان باشند قطع می کنیم، کماکان موجی از جدال های دیجیتالی و مجازی فقها علیه کاربرد شبکه های اجتماعی از سوی علم الهدا و سایر روحانیون چون مکارم شیرازی، همینطور انتشار ناگفته های نو از زندگی و مرگ آیت الله طالقانی توسط فرزندانش در گفتگوی ویژه با روزنامه شرق در ایام سالگرد درگذشت این فقیه انقلابی، باستاب تازه ترین گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به وجود خطر بالقوه در نیروگاه های ایران، در عرصه بحران های منطقه‌ای اوضاع رقتبار سوریه با پیشروی های ارتش بشاری در شهر محاصره شده ی حلب و بالاخره در کشور همسایه آن ترکیه اخراج بی وقفه کارکنان عرصه آموزش و پرورش، در واقع مجموعه اخبار و گزارش هایی است که به دفعات بیشتر در پهنه رسانه های سایبری و تارنماهای اینترنتی بازنشر بیشتر و بیشمار داشت. تا بازخوانی و مرور اهم مطالب منتخب امشب همچون همیشه و همه شب با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت. با درودی دوباره محضر یکایک شما بینندگان عزیز ایران فردا که با تماشای برنامه شامگاهی صفحه یک ما رو همراهی میکنید. رویدادها و رویکردها، همینطور تحلیلها و تفسیرها عمدتاً ابعاد منطقه‌ای داشتند. بحران ایران و عربستان، همینطور بحران شبه جزیره کره و آزمایش بمب اتمی از سوی دیکتاتور جوان کره شمالی و یا ادامه کشمکش‌های اخراج کارکنان در ترکیه بر صدر بسیاری از رسانه‌ها جای داشت. همینک نخست به روابط ایران و عربستان نگاهی خواهیم افکند که گویا برخی از روحانیون تندخوی اردوگاه اصولگرایان مایل به تشدید تنش‌ها هستند و هر گونه تدبیر برای مهار بحران و رفع کدورت میان این دو کشور رو بر نمی‌توان. در تازه ترین این وقایع احمد خاتمی تهدید کرد که ملت دست کسی که برای آشتی با عربستان دراز شود را قطع خواهد کرد و صریحا با هیچ کار خواندن دولت در سیاست خارجه گفت که موضع سیاست خارجی را رهبر انقلاب رقم می زند. احمد خاتمی شامگاه دیروز پنجشنبه در آیین کنگره سرداران بجنور در رابطه با حادثه منا گفت که حقیقتا حادثه منا داغ سنگینی بود و اساسا این سعودی های بدتر از شیطان هستند و زائران زیادی را با لبان تشنه در زیر آفتاب مظلومانه به شهادت رساندند. امام جمعه موقت تهران با بکارگیری الفاظ احساسی تصریح کرد که تردید نکنید که این خونهای پاک دامن آل سعود را خواهد گرفت و آل سعود آل سقوط خواهد شد. ایشان با یادآوری اینکه رهبر ایران بیانیه‌ای را به آل سعود داد که این تجلی خونهای شهدا است، اشاره کرده بود که دولت سعودی دولت کاملا انگلیسی است و اسناد و مدارک در این زمینه زیاد است. امام جمعه موقت تهران با نادیده گرفتن همه اقدامات و کشمکش‌های غلط جمهوری اسلامی با ادبیات نسبتاً حماسی ادامه داده بود که خون مظلوم از بن صخره جوانه میزند و بر تن ظالمان تازیانه خواهد زد و در این راستا اشاره کرده بود که در چنین شرایط ایران و عربستان آقای عنوان میکند که اگر لازم باشد برای آشتی دست دوستی دراز خواهد کرد. به طور حتم ملت دست کسی که برای آشتی دراز شود قطع خواهد کرد. ایشان ادامه داد همه باید بدانند که موضع سیاست خارجی رو رهبر تعیین میکند و این موضع نظام اسلامی است و موضع نظام برخورد آتشین با دولت آل سعود است که در واقع صریحا به لزوم تشدید تنش
در دیپلماسی منطقه‌ای تأکید کرد و در حرکت کاملا فراقانونی نقش نهادهای رسمی تعیین و تنظیم سیاست خارجه را نادیده انگاشته و عملا مشمول حرکت خودسرانه است که بعضا بعضی از نهادها مشمول آن می شود، که از جمله آقای خاتمی نوعی رفتار خودسرانه پیشه کرده بود. در همین زمینه و مضمون در شهر شبکه ها نیز موضوع عربستان سعودی مورد توجه کاربران بود و اخراج سفیر کشور پادشاهی عربستان از عراق موجب واکنش سفیر به یک شایعه شد. سامر سبحان سفیر پادشاهی سعودی در عراق، خبر منتشر شده در روزنامه بریتانیایی ایندپندنت مبنی بر داشتن پسر عمویی در گروه داعش را تکذیب و خواستار عذرخواهی این روزنامه شد. روزنامه ایندپندنت پیشتر در خبری مدعی شد که بغداد خواستار خروج سفیر سعودی در عراق شد، چرا که به گفته این روزنامه بریتانیایی از سبحان از محکوم کردن پسر عموی داعشی خود که در جریان یک درگیری کشته شده خودداری کرد. از سبحان اما در واکنش به انتشار خبر ایندپندنت به زبان انگلیسی بر روی صفحه توییتر خود این خبر را کاملا رد کرد و گفت که پسر عمویی به نام عبدالسلام ندارد. او هر گونه حضور افرادی از خانواده خود در صفوف داعش را تکذیب کرد. سفیر سعودی در بغداد از روزنامه بریتانیایی خواست که خبر خود را تصحیح و عذرخواهی کند. ایشان گفت حق شکایت و اقدامات قانونی علیه روزنامه رو برای خود محفوظ می دارد. از سوی دیگر یک منبع مسئول در وزارت خارجه کشور پادشاهی عربستان خبر روزنامه بریتانیایی ایندپندنت رو تکذیب کرد و گفت که سفیر خادم حرمین شریفین در بغداد پسر عمویی به نام عبدالسلام و سبحان ندارد. این منبع افزود که فرد مذکور هیچ ارتباطی با خانواده سفیر پادشاهی سعودی در عراق نداشت. این منبع همچنین از رسانه‌های گروهی خواست که در انتشار خبرهای خود دقت به خرج داده و حرفه‌ای عمل کنند. لازم به توضیح است که برخی از کارشناسان نیز معتقد بودند که در اثر فشار مستقیم جمهوری اسلامی و نیروی قدس سپاه بر دولت بغداد، دولت بغداد ناگزیر به نپذیرفتن این سفیر شد. ادامه می دهیم با همین مضمون. در حالی که مردان منصوب به نهاد رهبری در صدد هرچه آشفته کردن اوضاع سیاسی منطقه ایران با کشورهای همسایه هستند، اما هنوز هست صداهایی که علارغم تهدید احمد خاتمی ها در واقع مبنی بر قطع دستان به ادامه مذاکره و گفتگو و ضرورت دوستی بین کشورهای منطقه از جمله ایران و عربستان تأکید دارند. در این میان محمد رضا نوری شاهرودی سفیر پیشین ایران در عربستان و لیبی طی گفتگویی که با روزنامه اعتماد شماره دیروز پنجشنبه داشت، با تأکید بر اینکه تنش میان دو کشور رو به افزایش است، ولی باید سعی شود با توجه به اینکه ایران و عربستان همسایه یکدیگر هستند و حرمین شریفین نیز در آن سرزمین قرار دارد، از افزایش آن تنش‌ها جلوگیری شود. و در ادامه موضوع اشاره کرد که عربستان شاید امسال کارشکنی کرد و حجاج ایرانی را از رفتن به حج محروم. آنها می توانستند با مقداری ملایمت بیشتر مانع از این مسئله شوند و حج تعطیل نشود. از طرفی ایران هم بایستی از تکرار و رخ دادن مسائلی که می تواند منجر به حادتر شدن روابط شود، مانند حمله به نمایندگی عربستان، جلوگیری کند. سفیر پیشین ایران در عربستان همچنین گفت که حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران بهانه ای شد تا سعودی روابط خود را با ما قطع کند و مناسبات طرفین سردتر از قبل شود و در نتیجه حج تعطیل شده و پیگیری ها نیز سخت‌تر شود. اما این سفیر گفت که عقیده دارم تداوم وضعیت کنونی به ضرر هر دو کشور خواهد بود، ولو آنکه مقصر اصلی و اولیه هم ریاض باشد، ولی حمله به نمایندگی هایشان در ایران هم درست نبود و مشاهده کردیم رهبری آن را تایید نکرد، که آخرش هم یک تایید از رهبری می آورند تا به زعم خیش یک حاشیه امنی هم برای خود درست کنند، فارغ از آن که منشأ تمامی این تنش ها مستقیم و غیر مستقیم زیر شخص رهبری ایران است. و اما دغدغه روزنامه‌نگاران ایرانی از فیلتر بودن توییتر و عقب ماندن کاربران ایرانی در اشاعه اندیشه‌های ناقدانه‌شان در مسافه با عربستان، در واقع
رزماوری های بیشتر در جدال و جنگ دیجیتالی با کشور عربستان. روزنامه همدلی در شماره دیروز پنجشنبه خود در مطلبی با عنوان دست بسته ایرانی ها در مقابله رسانه‌ای با عربستان نوشته بود که در حالی که حاکمان آل سعود با استخدام لشکری از کاربران فضای مجازی در شبکه اجتماعی و به ویژه شبکه مؤثر و پرمخاطب توییتر مشغول فضاسازی ضد ایرانی شدند، کاربران ایرانی که تاکنون در ایجاد کمپین‌های مجازی قدرتمند ظاهر شده اند به خاطر محدودیت فیلترینگ توییتر در ایران نمی توانند به یک تازی آل سعود واکنش نشان دهند. بنابر نوشته این روزنامه، یکی از روش هایی که عربستان برای استفاده سیاسی علیه ایران قرار داده فضای مجازی و به ویژه توییتر است و محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان از زمان روی کار آمدنش یک گروه توییتری 100 هزار نفری را سازماندهی کرده است تا بازوی رسانه‌ای او و خاندان سعودی باشد که از جمله جدیدترین اقدامات این سازمان 100 هزار نفری داغ کردن یک هشتگ در واکنش به اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. البته این نویسنده هیچ اشاره‌ای به ارتش سایبری جمهوری اسلامی علیه سایر نهادهای منطقه ای نکرد. در هر روی همدلی اشاره کرد که استفاده از ظرفیت توییتر در حالی در دستور کار آل سعود قرار گرفته است که در ایران محدودیت‌هایی برای استفاده از برخی شبکه‌های مجازی همچون توییتر وجود دارد و در این محدودیت عربستان به یک تازی پرداخته و ایران سهم بسیار ناچیزی برای مقابله با مقامات عربستانی دارد. ادامه میدهم. سری به اینستاگرام میزنیم که یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی در ایران است و میبینیم که این بار باز جوانان عربستانی با حمله شدید به صفحه اینستاگرامی آیت الله خامنه ای انزجار خود رو نسبت به نفرت پراکنی های مذهبی و گسترش تنش های منطقه ای نشان دادند. بر اساس تازه ترین گزارش های منتشر از جمله کانال خبرگزاری فارس، از حمله شدید حامیان رژیم پادشاهی سعودی به صفحه رسمی اینستاگرام خامنه ای خبر داده شد. همچنین کانال خبرگزاری فارس اعلام کرد جهت خونسا شدن این توطئه هموطنان ایرانی به ارسال کامنت با تعداد بالا اقدام کنند که عملا با این درخواست نشان از ناتوانی و ضعف حوزه اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی ایرانیان در برابر با سایر کشورهای منطقه است. سامانه هایی که فقیهانش آن را مفسد آمیز می خوانند و عمده شبکه‌های اصلی اجتماعی در ایران نیز فیلتر است. سرنوشتی نیز قطعا جز چنین نخواهد داشت که دعوت کنند از امت برای ارسال کامنت. تا ثانیه های دیگر با مطالب دیگر از صفحه های سایبری از برنامه صفحه یک به صفحه تلویزیون ها و مانیتور هایتان باز خواهید گشت. با ما باشید و بچینید. درودی دوباره محضر یکایک شما بینندگان عزیز برنامه شامگاهی صفحه یک. سالگرد درگذشت آیت الله محمود طالقانی، یکی از روحانیون نسبتاً خوشنام آغازین سالهای انقلاب اسلامی، با تحلیل‌ها و تفسیرهای تازه‌تری مواجه شد و نکات نو و کمتر شنیده‌ای به صحنه رسانه‌ها درس کرد. در برنامه دیشب آن سوی خبر گزیده‌هایی از چگونگی درگذشت و کمکاری‌های مشکوک در احتمال قتل بودن آن فقیه دیدید و شنیدید. در برنامه امشب گزیده‌هایی از یک گفتگو که روزنامه شرق با فرزند طالقانی انجام داد را برایتان انتخاب کردم که حاوی نکات جالب و خواندنی است، از جمله اعتراف و اذعان دختر آیت الله طالقانی از نیکی و مدارا و انسانیت نظام پادشاهی پهلوی با زندانیان سیاسی که حتی وقتی طالقانی در زندان بود حقوق حق و تدریسیش در مدرسه سپهسالار را قطع نکردند. مهمترین نکاتی که مورد توجه بسیاری از کاربران نیز واقع شد همانا دو زنه بودن طالقانی، زیاد از حد سیگار کشیدن آن فقیه، نگاه با مدارای آیت الله در قبال مسائل روز و جوانان
و همینطور نیم نگاه همیشگیش به بچه های سازمان مجاهدین خلق، این روزها نیز به علت انتشار خبر اعدام دست جمعیشون در سال 67 مورد نوعی توجه رسانه‌ای حتی بعضاً با مظلومیت تاریخی واقع شدن. از جمله از دختر طالقانی در خصوص حجاب و رویکرد پدرش به این مسئله پرسیده شد که برداشت طالقانی درباره حجاب چه بود، نظر قطعیشان درباره حجاب چه بود و درباره مقیدات دینی با شما چطور رفتار میکردن، که دختر طالقانی در پاسخ این گونه اشاره کرد و گفت که رسم پدر این بود که با نوع رفتارشان ما را هدایت کنند، نه اینکه حکم بدهند. اصلا کلمات آمرانه به کار نمی بردند و فقط می گفتند خیلی خوب است دختر وقار داشته باشد و سبک نباشد. همین هین خبرنگاری روزنامه شرق از ایشان میپرسد که وقار را چگونه تعریف میکردند، که خانم پاسخ میدهد به عنوان نمونه آن زمان لباس مینی ژوپ مد روز بود. پدر این لباس را جلف میدانست یا میگفت لباسهای باز وقار و سنگینی خانم رو مخدوش میکند. این مطالب را به صورت حاشیه وار میگفت، نه اینکه برخورد آمرانه ای داشته باشد. حتی می گفت در رساله ها نیز نیامده حجاب چگونه باشد و این موضوعی فرعی است. و اما ماجرای سیگار کشیدن این آیت الله که اتفاقا روزنامه شرق برای موضوع مذکور در طول همین ماه گویا به دردسر افتاده بود و مجبور به عذرخواهی هم شده بود و در این گفتگو نیز به اون موضوع اشاره کرد. پاسخ دختر طالقانی حاوی نکات جالب و کنایه آمیزی در این خصوص بود، آنجا که میگوید من فکر میکنم آدمها رو همانطور که هستن باید دید، نباید از طالقانی یک بت بسازیم که همه زوایای زندگی ایشان مثبت بوده و هیچ نکته منفی نداشته است. خبرنگار شرق پرسید آیا خانواده به سیگار کشیدن ایشان اعتراض داشتند و دختر آیت الله پاسخ داد که اوج محبت پدر و مادرم این بود که به هم سیگار تعارف میکردند. و روزنامه‌نگار شرق اشاره کرد که البته ما، منظور شرق، اخیراً اشتباهی کردیم و به خاطر برخی ملاحظات سیگار ایشان در عکس حذف شد، که سانسور مذکور همانگاه نیز مورد اعتراض خانواده طالقانی قرار گرفته بود و شرق مجبور به عذرخواهی شد و استدلال کرد که هیچ نکته منفی رو نمیخواستن متوجه حال فقها و روحانیون کنن، که دخترش در این رابطه گفت که قرار نیست همه معصوم باشن و همه آدمیان نقاط مثبت و منفی رو همزمان دارن، که قطعا اظهاراتی اینچنین از سوی فرزندان روحانیون در واقع گامی بسیار ارزشمند در مسیر قداست زدائی فقها و فقیهان است که خود رو مرجع بی خبت و خطای مسلمین میدانند و میخوانند. در هر روی در ادامه این گفتگو در بخشی که مربوط به نحوه گذران معیشت و زندگی فرزندان طالقانی میشد، آن هم ایامی که ایشان در زندان بود، به نکات جالبی نیز بر میخوردیم. از جمله سوال شده بود که ایامی که زندان بود شما چگونه گذران زندگی میکردید؟ و دختر آیت الله طالقانی پاسخ داد که پدر برای مجله دانش آموز در دهه 30 مقاله و مطلب میفرستاد و چاپ میشد و درآمدی از آنجا دریافت میکرد. گاهی هم برای رادیو مطالب تربیتی و اخلاقی مینوشت. با این حال مهمترین شغل پدر تدریس در مدرسه سپهسالار بود. خانم با تأکید میگوید جالب است بدانید وقتی هم زندان بود حقوقش قطع نمیشد و ادامه داشت، که دختر آیت الله طالقانی آن هم پس از نزدیک به 4 دهه اذعان به رفتار مدنی و انسانی نظام حاکم در عهد پهلوی میکند که چگونه با مخالفین سیاسیش برخورد میکرد. بعد در وقت باقی مانده باز با یک تک‌خبر سایبری از شهر شبکه‌ها برنامه رو پی میگیریم. امروز اینستاگرام در ایران مهمترین منبع خبررسانی بود، چرا که هم صفحه شخصی رهبری ایران در اینستاگرام مورد هجوم کاربران کشور عربستان واقع شد، تا جایی که برای دان نشدن و فرو نیافتادن صفحه در واقع بیانیه صادر شده بود که از امت همیشه در صحنه و حزب الله ایران خواسته شده بود که با مشارکت گسترده در صفحه اینستاگرامی خامنه ای و با ارسال کامنت های انبوه بتوانند به ضد حمله اقدام کنند. علا ایو حال در گوشه دیگر شهر اینستاگرام مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس به تازه ترین افاضات و اظهارات زننده علم الهدا
پاسخ داد. ماجرا هم حول پیوستن به نهاد FATF بود که گویا پزشکیان در مصاحبه ای حول این موضوع خطاب به خبرنگار گفته بود که روی این موضوع آگاهی کافی ندارم و مستلزم این است که مطالعه بیشتر کنم تا بعد پاسخ دهم. در این راستا جالب است بدانید که امام جمعه جنجالی مشهد که همزمان نماینده تامل اختیار خامنه‌ای در استان خراسان رضوی است، نائب رئیس مجلس ایران رو خائن خطاب کرد و گفت نماینده‌ای که میگوید من از FATF سر در نمیآورم فعل حرام انجام داده و خائن به مردم است. در این رابطه آقای پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به این فقیه تندخوی جمهوری اسلامی در صفحه اینستاگرامی خود واکنش نشان داد و نوشته بود که اینها با کسانی مواجه نشده اند که وقتی نسبت به موضوعی اطلاعات صحیح و کاملی ندارند با کمال شجاعت بگوید که نمیدانم. اینها افرادی چون آقای احمدی نژاد ها را دیدند که از اقتصاد و صنعت و جراحی و هسته‌ای گرفته تا هنر و فرهنگ نیز سر در می آورد و خودش را همه فن حریف می داند و می خواند. و با این گزیده مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان رسید. ضمن دعوت همیشگی از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر که بلا فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد، این جانب از محضر یکایک شما خوبان خداحافظی میکنم تا درودی دوباره، شامگاهی دیگر بار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی بدرود.